خیلی خوش اومدیم به قسمت دوم برنامه طبق معمول دوشنبه خانم میترا بابک همراه ما هستن خوب است این خانم بابک؟ من خیلی خوبم و خوش آمد به تو عزیزم مرسی خب قرار این هفته در مورد تصویب بیجا صحبت کنیم خیلی ها برای ما نوشته بودن بی بیجای خانواده و پدر باید شده که اعتماد به نفس بچه گرفته بشه دقیقا, دقیقا. خب گفتیم بارها و بارها گفتیم محس. که ریشه اصلا یه شخصیت سالم از سافستیم یا عزت نفسش و اعتماد به نفسش میاد که خود وجود تعصب خانوادگی میتونه خیلی راحت مخصوصا از دخترها و پسرها فرق نمیکنه این اعتماد به نفس ازشون بگیره مثلا یه عزیزی بر من نوشته بود که من تا حالا 24 سالمه آرزو به دل من مونده که وقتی آرایش میکنم وقتی لباسم رو عوض میکنم یا میرم خرید میکنم میام لباس میخرم یک بار مادر من حتی به من بگه چقدر خوشگل شدی حتی تا حالا من از مادر خودم نشنیدم که این کلمه رو به من بگه از دیگران از بیرون دائما میشنوم چون به من میگن زیبایی خوشه کلی خوش سلیقه هستی حتی سلیقه رو از من میخوان از من میخوان که من راهنماییشون بکنم ولی من از خانواده خودم هیچ وقت اینو نشنیدم پس خیلی وب... تو ذوقشون هم میزنن دقیقاً مهم. یکی از دلایلی که مادر مخصوصا و پدر نمیگه دخترش خوشگل شدی فکر میکنه الان پررو میشه فکر میکنه الان دیگه ممکنه بره دیگران با, با گفتن این که تو چقدر خوشگل شدی دیگران خوشگلی اینو بیشتر ببینن یعنی <applause> یه جورایی یه احساس ناامنی دیگه <applause> و بعد دخترم من یا این که فکر کنه خیلی خوشگله بره اون کار آنچنان بکنه یعنی تمام ترس های غیر واقعی متاسفانه وقتی من به دخترم بگم چقدر خوشگل شدی رابطم با دخترم نزدیکتر میشه احساس خوب و اعتماد به نفس رو به دخترم دارم میدم دخترم دیگه احتیاج نداره که بره از آنچنان شخصها این توجه رو بشنبه. بگیره از عزیزای خودم وقتی من توجه بگیرم من دیگه تشنه این توجه برای بیرون نیستم چون که اعتماد به از پدر مادر که میگه شخصیتت قوی میشه دیگه احتیاج نداره گدای توجه و عشق دیگه من نمیشم چون مادر و پدر برادر و خواهر عمو دایی خاله اطرافیان دارن به من میگن چقدر زیبا شدی اصلا چقدر زیباست که ما به هم دیگه بگیم چقدر زیبا شدی وقتی میبینیم تو امروز خوشگل تر شدی بگم چقدر امروز خوشگل شدی چه احساس خوب به تو و به من میده و هر دوی ما این احساس خوب میده درسته ببینیم بعضی موقع هم بعضی خانواده اینقدر تعصب زیاد دارن مم. که باعث میشن بچه اصلا تنفر پیدا کنه از این پدر مادر مثلا یه نفر گفته بود که من از عموم و پدر مادر اینقدر تاثیر بد روی من گذاشتن که دیگه من از همه مردا بدم میاد خب اون گفتیم مرد ستیزی به وجود میاد متاسفانه خیلی از دخترها واقعا دیگه میترسن ازدواج بکنن برای اینکه دائما دوستاشون و آشناهاشون هم میبینن که همسرانشون دارن با تعصب برخورد میکنن من تو پرانتز بگم اون دفعه هم صحبت کردم در موردش جامعه فاسده جامعه امین نیست متاسفانه خب خیلی از آقایون هم حق دارن نگران باشن ولی نگرانی با تعصب تفاوت داره حمایت خیلی متفاوته با تعصب و محدودیت اینا رو اگه ما بتونیم تفکیکشون بکنیم به جای تعصب خیلی زیاد تهدیدهای خیلی زیاد حمایت بکنیم به جای هم... دوباره تعصب خیلی زیاد درایتمون رو بیشتر بکنیم آگاه بکنیم عزیزانمون رو از خطرات باهاشون صحبت بکنیم خب خیلی تفاوت داریم که به تو میگم حق نداری از خونه بری بیرون خب خیلی ها برای من نوشته بودن واقعا دردناک بود برای من نوشته بودن الان که دارم می نویستم عشق همینطور دارم گریه میکنم برای تایپ میکنم که من حق حتی بیرون رفتن از خونه رو ندارم حق تولد دوست دوستام هم ندارم من برم خوب میشه یه دختر اغده یه زن اغده که فردا تو زندگی زن شویش پدر اون آقا هم در میاره اون آقا هم اگه متعصب باشه خب پدر دیگه رو در میاره یعنی به خاطر این قضیه باعث میشه که همه آینده این دختر دچار مشکل بشه دیگه طبیعتا وقتی نگاه میکنیم خب تولد خونه دوست دخترش حتی نمیتونه بره چون خیلی از پدرها خیلی خیلی دلهوره دارن میترسن فکر میکنن دخترام دخترام خب منحرف میکنن ببین دوست بعد چه دختر و چه پسر در هر جای دنیا که باشیم بعد هیچ شکی درش نیست و مهم نیست ما چند ساله باشیم 50 ساله و 60 ساله و 30 ساله, ساله و 40 ساله و 18 ساله و تینیجر فرق نمیکنه من اگه دوست بد داشته باشم خب تاثیر میذاره رو من ولی دوست خوب خیلی خوبه اه. چرا ما همش با بدبینی باید فکر بکنیم که همه دخترها بدن همه پسرها بدن اصلا دوست بده کی گفته دوست بده به سر کنیم یه دوست خیلی خوب, دوست کمک, خیلی خوب. خوب. کمک, خوب. کمک کنیم که یه دوست خوب انتخاب کنه بچه کمک پدر مادرها وزیفه شونه. کمک بکنن به بچه هاشون تشویق بکنن دوستای خوبشون رو حتی بیارن دعوت بکنن بیارن تو خونه دوست خوب خیلی رشد میده به،, به ما به هر کدوم از ماها این این بدبینی بیش از حد و چون بدبینی بیش از حد تعصب میاره تعصب بدبینی میاره اینا به هم وصلن اگه ما این بدبینه بیش از حدمون رو بذاریم کنار، با دید بازتر نگاه بکنیم صحبت بکنیم، نه اینکه لکچر رو نصیحت بکنیم چون بچه ها اصلا گوش نمیکنن، نصیحت رو اصلا گوش نمیکنن ولی باز بکنیم، صحبت بکنیم یه مقدار آزادی حد اصولی رو به بچه هامون بدیم بهتر از پدر مادر هم میدونن چه کار بده چه کار خوبه بچه که داره سیگار میکشه بهش میگی سیگار بده بهتر از تو میدونه که سیگار اه. بده ولی چون داری با اچهاف بهش میگی میری یواشکی میکشه یواشکی میشه پنهانکاری کارهای آنچنان بعد پنهانکاری هم خب ادامه میده متاسفانه فرد تو زندگی زن و شویش هم میشه پنهانکار خانم بابر هر موقع در مورد تعصب سوال میشه همش میگم پدر امو این نقش مادر چی؟ من ماد... احساس میکنم مادر تعصبی هم خیلی زیاده فرق. فراووم و مادر متاسف داره که تازه بدتره خیلی خطرناکتره مادر متاسف خیلی سخت داره برای اینکه من دختر حالا فکر میکنم که این از همجنس منه میتونه حالا منو درک بکنه دختر ها پناه میبرن پناه به مادر ولی خیلی از مادرها با همون دید بدبینی خیلی خیلی زیاد مثل یه مرد به زندگی و به آینده بچه هاشون نگاه میکنن به دختر و پسرشون حتی تعصب رو پسر و دخترشون دارن حالا آقا این معمولا فقط تعصب رو دختراشون دارن مادر و تاثیر و پسر دخترشون دارن <applause> اگه پسرشون هم میره میگیره تنشون میلرزه دخترم که اصلا دیگه آخر دنیا میشه من اصلا نمیگم بگیرن یا نگیرن فقط دارم باز میکنم این قضیه رو و مادر متعصب خیلی خطرناکه برای اینکه مادر متاسف میره تحریکم میکنه پدر و برادر رو چون با, با, با باور خودشه دیگه و آقایون هم که خب اگر زمینه داشته باشن تحریکم بشن خب خیلی خطرناکتر و اجهافشون خیلی بیشتر میشه و این مادر فکر میکنه که داره مادری میکنه در صورتی که داره نامهربانی میکنه با دخترت باید نزدیک باشی درد دلش رو بشنوی ولی من نمیگم پنهان کاری بکنین با, با, همسرت صحبت بکن حتی اگر همسر متعصب داری تو صحبت بکن باهاش آروم بکن وقتی که راهنمایی اصولی و درست بشه بچه راحت بتونه بیاد بدون نترسه دروغ نمیگه احو. وقتی نترسه دروغ نمیگه راحت که جایی داره میره سر موقع هم بر میگرده به موقع هم تلفن میکنه عذرخواهیش میکنه اگه نیم ساعت دیر بیاد همه این رو من تو تراپی با فامیلی تراپی قشنگ پروف شده است که اگر این تعصبات رو برداریم محدودیت های بیش از حد صد برداریم صداقت رو بیاریم جاش بذاریم بچه ها چقدر راحت خیلی از مشکل پذیر میشن چقدر احترام میذارن به خانوادهشون به خودشون دختر چقدر به خودش اینجا توی انگلیس یاد گرفته که حرمت وجود خودش و بدن خودشو داشته باشه به هر کس و ناکسی با هر کس و, کسی با هر و کسی نباشه خب وقتی به این راحتی قابل حله با گفتمان سالم و با مهربانی سالم چرا با خشونت و تعصب و کتک یه عزیز نشته بود که پدرم همچین زد تو گوش من که گوشم کر شد بعد از مدت ها تون و من برگشت یه عزیز دیگه نوشته بود که من ده سال پیش ازدواج کردم از پدرم متنفر بارها این چند نفر متنفرم هیچ وقتم نبخشیدمش اصلا هم نمیتونم ببخشمش چون دوره دوره نامزدی و عقد ما رو زهر مار کرد به ما با اینکه ده سال از زندگی زن و ما میگذره هنوز این تو وجود من این زخم مونده و نمیتونم ببخشمش یه عزیز دیگه ای نوشته بود که من برنامهات وقتی نگاهی پسر جوون بود خیلی بدم آمد از خودم از تعصب خودم خیلی متعصب بودم خیلی غرور داشتم وقتی این صحبت ها رو شنیدم خیلی تاثیر گذاشت روی من رو... چون به خواهرم خیلی اجخاف کرده بودم با اینکه از من کوچیک تر بود و به خاطر این برنامه ها فکر کردم برگشتم رفتم سراغش باش آشتی کردم و ازش از غرورم گذاشتم کنار ازش عذرخواهی از کردم به خاطر تعصب بی جایی که من داشتم و رابطمون رابطه خوب این دو تا برنامه غرور و تعصب تاثیر بسازه چقدر زیباست واقعا ام ام که من مرد من زن از غرور بی جان اصلا از غرور بیام پایین غرور چی به ما میده تعصب چی به ما داد تاریخ تاریخ نشون داد ام 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 که ما با تعصب به هیچ جا نرسیدیم درست. پس سعی کنیم درایتمون رو بیشتر بکنیم واقع گراییمون رو بیشتر بکنیم یعنی در واقع راه حل بذاریم جلوشون انتخاب بهشون بدیم بکنیم باشون اگر نگران جامعه هستم حق دارن بازم دارم میگم جامعه خیلی سخته باهاشون صحبت باشن. بکنم مثلا یه عزیز نوشته بود که من هر جا میرم با مامانم بعد ببرن منو بیارن ببرن حتی دانشگاه برای کنکور کارت کنکور رو به جزه نمیدادن من برم دیگه خفه شدم احساس افسردگی بهشون دست میده جوونن احساس خیلی سرخوردگی این احساس ها بابا یه بار 15 ساله و 20 ساله و 30 ساله و 40 ساله و 50 ساله میشیم دوبار که نمیشیم درست. این احساس ها اگر درست جا, جا حرکت نکنه این در واقع بهشون موقعیت بدیم بهشون حقا دقیقا. بدیم درایت داشته باشیم کمکشون کنیم کنارشون باشیم فقط با آره با بچه همون یه مقدار کنار بیایم باور کنین خیلی خیلی برای خود پدر, پدر مادرها را خیلی راحت تر میشه و زندگیشون خیلی سالم تر اینه که بچه ها کلان جوون ها از توی خانواده است که اولین بار یاد میگیرن دیگه چجوری تو جامعه برخورد کنن چجوری چه, چه دیدی که راجع جامعه دارن کلان از خود خانواده شروع میشه شخصیت من از آن خانه شکل میگیره اگر اون خانه شخصیت من شکل داده پس وای به حال من که اگر در جامعه دارم مشکل درست میکنم این برمیگرده به همون پدر مادر و محیطی که من بزرگ شدم پس پدر مادران مسئولن و بازم میگم درک میکنم نگرانی و استرابشون رو ولی اگر کمیونیکیشن و گفتمان سالم داشته باشن نگرانیشون خیلی خیلی کم رنگتر میشه بس. هفته دیگه در مورد عزیزی برای من نوشته بود که من و مامانم همیشه نگاه میکنیم و یه آقای بودن نمیدونم دوستتون داریم از این حرفا لطف داشته البته اه، اه، نوشته بودن که انتقاد ازتون دارم که احساس میکنم از خانوما دفاع میکنیم باور کن اصلا این طوری خانوما من اعتراض میکنم که چرا از آقای اون دفاع میکنی نوشته بودن که خانوما هم خیلی متاسبن که من بارها گفتم امروز هم دوباره گفتیم بلن. بعد جان نوشته بودن که در مورد خیانت که من دوست دخترم به من خیانت کرد و تیکه تیکه کرد تمام وجود منو چرا در مورد خانما صحبت نمیکنیم حتما صحبت میکنیم من میخوام اصلا سوال این هفتهمون رو بذاریم در مورد خیانت آلی پس هفته دیگه در مورد خیانت صحبت صحبت آیا به شما خیانت شد و آیا شما خیانت کردید؟ آلی. پس همه بیننده های عزیزمون میدونن که ما سوال خانم میترا بابک رو میذاریم توی فیسبوک هر سوالی که دارین برامون بنویسین که هفته دیگه خانم میترا بابک بتونه جواب سوالاتونو بده خب مرسی خانم بابک خیلی خوش برنامه ما میریم با هم یه استراحت کوتاه بکنیم و برمیگردیم